سلام، این برنامه شکلگیری باورهای انسان، نویسنده ابوالفضل قراخانلو. انسان وقتی به دنیا میاد از همون لحظه تولد یادگیری رو آغاز میکنه. انسان از همون آغاز زندگی قادر به یادگیریه و این یادگیری از همون خانواده شروع میشه. کم کم الگوهایی از پدر و مادر خودش یاد میگیره. با رشد انسان اون اطلاعات زیادی از خانواده و اطرافیانش دریافت میکنه و با این اطلاعات ذهن اون برنامه ریزی میشه. با افزایش یادگیری های اون در ذهنش باورهایی شکل میگیره. با بزرگ شدن انسان محیط یادگیری فراتر رفته و به مدرسه و جامعه کشیده میشه. اگه بخوایم به صورت خلاصه بگیم، شکلگیری باورهای انسان در گام نخست از خانواده شروع میشه و در نهایت به مدرسه و جامعه کشیده میشه. در طول سالیان زندگی انسان این باورها بارها و بارها تغییر میکنه. باوری جایگزین باور دیگه‌ای میشه و یا باور جدیدی شکل میگیره. شاید در کودکی باوری داشتید و اگه الان اون باور رو بیاد بیارین به اونها میخندین. پس باورهای انسان قابل تغییرند و انسان توانایی تغییر باورهای خودشو داره. انسان‌ها دو نوع باور رو در ذهنشون پرورش میدن. گاهی باورهای انسان اونها رو برای رسیدن به اهدافشون یاری میکنه و در مقابل باورهایی هستن که دست و پای اونو میبندن و سدی ایجاد میکنن و اجازه نمیدن انسان به اهدافش برسه. باورهایی که انسان رو در رسیدن به اهدافش جاری میکنن باورهای نیروبخش و باورهایی که سد راه اون میشن و اجازه دستیابی به اهدافش رو نمیدن باورهای محدود کنندن. گاهی اوقات باورهای افراد دیگه بر روی باورهای یک فرد تأثیر میذاره و ممکنه باورهای نیروبخش و یا باورهای محدود کننده اون رو تقویت و یا تضعیف کنه. برای روشن شدن این موضوع میشه فردی رو مثال بزنیم که در یک کارگاه مشغول به کاره و همکارانش اونو به عنوان شخصی با استعداد میشناسن و کم کم این باور در ذهن اون شکل میگیره که واقعا انسانی با استعداده و این باور در ذهن و جسم اون تقویت میشه و اون واقعا به یک انسان با استعداد و پر انرژی تبدیل میشه. همونطور که باورهای دیگران موجب تقویت و یا شکلگیری باوری در انسان میشه، باورهای محدود کننده اونها موجب محدود کردن باورهای فرد دیگه ای میشه. این مسئله در همه جوانب زندگی انسانو درگیر کرده و گاهی اوقات مسیر زندگی انسانو تغییر میده. چه بسا افرادی هستن که باور محدود کننده خودشون و اطرافیانشون باعث شده که از مسیر موفقیت منحرف بشن و زندگی اون تحت تأثیر باورهای منفی قرار گرفته. شاید اگه اون نسبت به خودش باوری نیروبخش رو شکل میداد و به اینکه فردی باهوش و با استعداده و میتونه با این استعداد و توانایی مسیرهای متعالی زندگی رو طی کنه، میشد زندگی اون مسیر دیگه‌ای رو طی می‌کرد و تبدیل به انسانی موفق میشد.